سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بریم با هم دیگه یکی دوتا عکس با میدجورنی به وجود بیاریم. بیایید با هم دیگه صفر تا صدش رو انجام بدیم. برای میدجورنی شما یه اکانت دیسکورد میخواید. بریم اکانت دیسکورد رو با هم دیگه بسازیم. اینجا میزنیم دیسکورد، سرچش میکنیم، دیسکورد که اومد. اینجا لاگ این رو میزنیم، رجیستر رو اینجا میزنیم، ایمیلمون رو اینجا وارد میکنیم، یه یوزرنیم انتخاب میکنیم، پسوردمون رو انتخاب میکنیم، ماه و روز و سال هم اینجا، کانتینیو رو میزنیم، اکانت ما ساخته شد. قدم بعدی اینه که بریم به سایت میدجورنی و اونجا لاگ این کنیم با این اکانت دیسکورد. میریم به میدجورنی، اینجا ساین این رو میزنیم، از ما میخواد که دسترسی به دیسکوردمون داشته باشه، ما میگیم authorize. Look like you tried to access with an unverified Discord account. میگه تو دیسکورد اکانت تو وریفای نکردی، باید بریم وریفای بکنیم. فکر کنم به من یه دونه ایمیل داده. آره. Please check your email for verification of your Discord. بریم داخل ایمیلمون ببینیم که چیزی اومده. بله. Verify your email. Verify کردیم. من نمیخوام باز کنه برام دیسکورد و داخل اپلیکیشن، چون من دیسکورد هستیم ویندوز توی اپلیکیشنش بازه. دوباره جوین رو دارم میزنم. Accept invite. خب. بهمون اجازه رو داد. دسترسیمون باز شد. بله. وقتی که وارد اینجا شدید از من الان نخواسته که تلفنمو وریفای بکنم، ولی بعضی وقتا میتونه ازتون بخواد که تلفنتو وریفای بکنید برای اکانت دیسکوردتون. اگر خواست با شماره تلفن‌های ایران کار میکنه، مشکل نداره و شما میتونید وریفای بکنید. هر دیسکورد سروری چند تا چنل داره. بعضی وقتا دسترسی ما به این چنل‌ها بازه و بعضی وقتا باز نیست. توی دیسکورد سرور میدجورنی شما فقط دسترسی به نیوبیز و ساپورت دارید. ما اینجا الان میتونیم مسیج بدیم و ازش بخوایم که برامون عکس جنریت کنه. معمولا باید به این با کامند بهش دستور بدید که عکس جنریت بکنه. کامندا رو کلا چیزایی که میتونید بنویسید اینجا هست. این به علاوه رو که بزنید روی اون خط استاش، اگر که بزنید تمام کامندا رو میتونید ببینید. خب فرکانتلی اسک کوشن داره، بلند داره، فست داره، هلپ داره، خب اینفو داره. مثلا من اگر اینفو رو بزنم به من اطلاعات اکانتم. برای اینکه بتونیم اولین عکسمون رو به وجود بیاریم اینجا باید بنویسیم ایمجین که زدید یه دونه تپ بزنید میره قسمت پرامپت. من میزنم Curiosity Cafe. برای اینکه اولین باره از من میخواد که ترم آف یوزش رو اکسپت بکنم، اون چیزی که من خواستم برام جنریت کرد یا باید دوباره. آره. خب بعد از اینکه اکسپت کردم الان داره شروع میکنه به جنریت کردن. شما میتونید تمام مراحلش رو اینجا ببینید. الان 33% وقتی که کامل بشه برام یه مسیج میزنه و منو تگ میکنه و این عکس رو به هم نشون میده. تگم کرد، اینجا میبینید، میتونید روش کلیک بکنید و ببینید. ولی خب اینجا میتونه گم بشه، میدونید، چون خیلی مسیج هست اینجا. به نظر من بهترین راهی که میتونید بکنید اینه که اینجا بزنید DM. این prefer auto DMش رو اکتیویت بکنید. بار اول که بزنید اکتیویتش میکنه، اگر دوباره همین مسیج رو بزنید دیاکتیویتش میکنه. خب من یه بار میزنم که برای من الان میزنه auto DM activated. خب auto DM is now enabled. الان هر چیزی که من بهش مسیج بدم و برای من جنریت بکنه یه نسخهشو برای من هم به صورت دایرکت مسیج میفرسته. این یه مسئله. مسئله دیگه این که حالا من از یه چیزی که خوشم اومده، خب مثلا از این خوشم اومده دوست دارم که اینو داشته باشم، چیکار میتونم بکنم برای داشتنش؟ اینجا میتونم روش کلیک بکنم، میرم قسمت ریاکشن، میرم ویو مور، اینجا رو میزنم انبلو، این انبلاپ روش کلیک میکنم،
به هر کدوم از این ریاکشن بکنم و انولپ رو بزنم برای من مسیجش میکنه. میبینید که الان مسیج داده. بذار این مال خودم هم اینجا بزنم دوباره. خب از ریاکشن یه بار که زدینش اینجا خودش میاد و بعد از دو سه بار زدنش براتون اون قسمت اون چارت اول بهتون نشون داده میده. خب اینم برام مسیج کرد. الان اگر روی مسیج بزنم به من قشنگ نشون میده اینو. خب خوبیه این اینه که همیشه دارمش، میتونم به توی براوزر ببینمش که اگر اینجا رو بزنم اوپن این براوزر، اگر بزنم عکس یه مقدار بزرگترش رو بهم نشون میده. ولی خب اینایی که الان برای من جنریت کرده یه مقدار کیفیتش پایینه. خب چهار تا رو برای من جنریت کرده، میگه که الان کدومش رو بیشتر دوست داری، هر کدومش رو بیشتر دوست داری بهم بگو که برات تغییر بدم. من میتونم اینجا بزنم که حالا خیلی رفته بالا، نمیدونم کجاست. خب میتونم دوباره بیام داخل مسیج خودم، اینجا روش بزنم جامپ تو مسیج و میاد روی این مسیج من. حالا ردیف داره که انتخاب بکنید. ردیف اول شما میتونید انتخاب بکنید که آپ اسکیل بکنه. خب من اگه شماره 1 رو بخوام، 2 رو بخوام، 3 و 4 هر کدومشو بخوام میتونه برام آپ اسکیل بکنه. U1 U2 U3 و U4 رو اگر بزنم همونو برام آپ اسکیل بکنه. ولی اگر از یکی از اینا خوشم بیاد، مثلا از این خوشم بیاد، شماره 2 خوشم میاد، شماره 2 رو اگر بزنم اینجا یک کلیک میکنم، این میره چهار تا دیگه مثل اینو برای من میاره، از این از سید این استفاده میکنه و میره چهار تا دیگه جنریت میکنه. بیا حالا بریم پایین ببینم که جنریت کرد برای من یا نه. میبینی که داره جنریت میکنه، همین قدماش هم میتونی قشنگ ببینی. 55% تموم شده. میتونی ببینی که چه جوری عکس اصلا جنریت میکنه. جنریتش تموم شد. الان منو تگ کرد و همونطوری که قبلا هم براش گفته بودیم تو برامون مسیج کرد یه نسخهش. خب از این چارتا اینو بیشتر دوست دارم، دومی رو برام آپ اسکیل بکن، تموم کارم. اینو هم میریم دومی برام آپ اسکیل بکن و برام بفرست. میبینید که اون اوردر منو گرفته، میره که آپ اسکیل بکنه. آپ اسکیلش تموم شد برای من فرستادش. ببینید چون که خیلی شلوغه یه مقدار سخته، این آپ اسکیل شده شو من الان میتونم اینجوری ببینم و میتونم ازش استفاده کنم. فقط خاطر داشته باشید عکسایی که بهتون میده کپی رایت نداره، ولی تا وقتی که سابسکرایب نکردید و به این پولی ندادید اجازه استفاده کامرشیال از اینا رو ندارید، که البته برای ایران فکر نکنم مشکل داشته باشه، ولی فقط برای تو کارتون اگر میخواید خارج از کشور این کارو ارائه بدید حتما باید یه سابسکرپشن داشته باشید، یه اکانت ماهیانه ازشون بخرید و اون عکسایی که جنریت میکنید صاحب شما میشه، شما اجازه استفاده کامرشیال یا برای درآمدزایی ازش دارید. خب یکی دو تا مسئله رو دوست دارم اینجا بهتون بگم قبل از اینکه این ویدیو تموم کنیم. اینجا شما میتونید ستینگ رو تغییر بدید. ستینگ، این ستینگ رو اگر من بزنم اینجا به من یه سری قدرت ها میده. میتونم اینجا رو هم تغییر بدم، هر کدوم از اینا رو بخوام میتونم تغییر بدم. من فقط خواستم اینو که بدونید که میتونید اینجا رو هم تغییر بدید. یه دونه قسمت داره به اسم Frequently Asked Question FAQ. این FAQ خیلی چیزا رو داخلش نوشته و خیلی از اون کماندا رو میتونید اونجا یاد بگیرید. تمام اون قسمتایی که نیازه و میتونید تغییر بدید این پرامپتتون رو و اینکه چه جوری بهتر باهاش کار بکنید و میتونید اینجا کامل ببینید. اینجا مثلا گفته what is the difference between version 1 و 2 و 3. میبینید تمام توضیحات رو اینجا براتون داده. یکی دیگه از قابلیت‌های میدجورنی اینه که شما میتونید چند تا عکس رو با هم دیگه ادغام کنید. برای این کار شما باید عکس رو براش آپلود کنید. بذارید من همین عکس رو سیف کنم و با همین امتحان کنیم. یکی از بهترین روش های آپلود کردن عکس واسه میدجورنی اینه که به خودش مسیجش کنیم. اینجا پلاس رو بزن. عکستو انتخاب کن. عکسو که انتخاب کردی به تو اجازه میده که URL ازش بگیری. روش که کلیک بکنی. اوپنین براوزر که بزنی. اون URL بالا هست. روش کلیک بکن، کنترل سی رو که بزنی این URL ذخیره میشه، یعنی میره داخل کلیپ بورد. خب حالا ما باید این URL رو با یه پرامپت دیگه به میدجورنی بدیم، یا اینکه میتونیم دوتا عکس رو
با هم دیگه بهش بدیم و ازش بخوایم که این دوتا رو با هم دیگه ادغام بکنه و اون شعبده بازیش رو انجام بده. حالا کاری که من میخوام بکنم اینه که همین یه دونه رو میخوام بهش بدم و بهش بگم که یه کاری با این عکس برای من بکن. خب برای این کار باید بهش پرامپ بدیم. میزنیم ایمجین، تب رو میزنیم، پرامپش باز میشه، کنترل وی میزنیم و این یو آر الی که قبلا کپی کرده بودیم برامون میاد و بعدش باید براش یه پرامپ بدیم. حالا من دوست دارم یه دونه گربه یه کیوت بذاریم اینجا. Place a cute cat in this picture. خب ببینیم چیکار کرد. ببینیم داخل همون عکسی که من بهش داده بودم همون انوایرمنت رو پیدا کرد و یه دونه گربه خیلی خوشگل اونجا برامون گذاشت. یه قسمت دیگه هم هست که دوست دارم اینو بدونید و اون هم اینه که تمام این عکسایی که ساختید رو میتونید همه رو یه جا ببینید و اون هم توی خود میدجورنی هست، توی اکانت میدجورنیتون هست. خب میریم توی میدجورنی، خب میریم پایین، ساین این میکنیم، اوتورایز میزنیم که اجازه داشته باشه استفاده بکنه از دیسکوردمون. همونطور که میبینید عکسایی که من جنریت کردم و میتونم اینجا ببینم. امیدوارم که از این استفاده بکنید. این یه ابزاریه که خیلی کمک میتونه بکنه برای ساخت ایده هایی که تو ذهنمونه ولی نمیتونیم روی کاغذ یا به صورت دیجیتال اینو به وجود بیاریم. میدجورنی فعلا مجانیه و میتونید ازش استفاده کنید. ولی برای هر اکانت یه تعداد محدودی رو بهتون اجازه میده به صورت مجانی استفاده کنید. بعد از اون باید سابسکرایب بکنید یا اینکه مثل من چند تا اکانت فری بسازید. همونطور که دیدید اکانت فری ساختن هیچ کاری نداره، فقط یه دونه اکانت دیسکورد میخواید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ممنونم که تا آخر نگاه کردید، ممنونم که لایک میکنید و ممنونم که با دوستاتون به اشتراک میذارید.